ما تقاضای مصاحبه کردیم با آقای گورباچوف. خب صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی، آخرین رئیس جمهور شوروی، شخصیت بسیار بزرگ. اول که وقت نمیدادن، 6 ماه این تقاضای ما مورد مطالعه قرار گرفت و بعد آقای گورباچوف به ما وقت داد. ما رفتیم در دفترش. بعدش به من گفتش که 6 ماه داره مطالعه میکنن ببینن تو کی هستی، از کجا اومدی، برای کی کار میکنی، شبکت خصوصی یا دولتی، چقدر بیننده داری، اصلا خودت تو کی هستی. اینطوری نبود هر کی راه بیفته بره اونجا. به هر حال همینا ابراز خوشبختی شد و باشون مصاحبه کردیم. عجب. گفتم شما چی دیدید؟ شما اگه خاطرتون باشه در پیام امام به گورباچوف یک بخشی بود به نام اینکه من دارم صدای شکستن استخوان‌های مارکسیست رو میشنوم. کی امام پیشبینی رو کرد؟ زمانی که هیچ اتفاقی از فروپاشی شوروی دیده نمیشد. یعنی مستوار 18 کشور در اختیارش بود، از اروپای شرقی، آلمان گرفت تا غیر و اینا. خب این همچین پیشبینی فوق‌العاده بزرگی، چنانچه الان هم در آکادمی‌های علوم شوروی همچنان دارن بحث می‌کنن که این فرد چگونه پیشبینی کرد این اتفاق رو. دقیقاً. گفتم شما این پیام رو دیدید؟ گفت بله. حالا زمانی که آقای جوادی عاملی این پیام رو میخوند 2 ساعت طول کشید و اگر شما فکر کنید 2 ساعت گورباچوف لام از کام باز کنه نکرد، یعنی با تمام وجود همینطوری گوش میداد. بعد که من باش تقاضای مصاحبه کردم رفتیم پیشش اینا، گفتش که گفتم شما اگه یک بار دیگه برگردی به قدرت، چون در استانی فروپاشی بود، چیکار میکنی؟ گفت یک بار دیگه برگردم به قدرت، اولین کاری که میکنم نامه آیت الله رو یه دور دیگه میخونم. خب این حرف خیلی بزرگه. بله. فردی در اون جایگاه رهبر یک امپراتوری قدرت بیاد بگه من گفتم در این نامه چی شما دیدی؟ گفت اظهار نظرهایی وجود داره که ما با مخیله مادی، حالا خودش آدم مادیه، شاید نتونیم درک کنیم که چه اتفاقاتی افتاده. گفتم شما متوجه نشدی که کشور داره فروپاشی میشه؟ گفت متاسفانه اون زمانی که صف‌های مکدونالد 1.5 کیلومتری در مسکو بسته میشد ما باید میفهمیدیم، اما نفهمیدیم که چه اتفاقاتی داره میفته، چه گونه غربی ها دارن وارد میشن. حالا خدمت شما بگم در جریان فروپاشی شوروی آمریکایی ها دخالت مستقیم داشتن. اونجا سرمای وحشتناک، مثلا چند هزار آدم اومده در میدان اصلی، خب اینا غذا میخوان، نهار میخوان، شام میخوان، ببخشید دستشویی میخوان. از درون سفارت آمریکا باز میشد صدها توالت سیار میوردن میذاشتن، یعنی شما باشید تو خیابون. اینا باز متوجه نشدن چه اتفاقی داره میفته. سوالاتتون رو خودتون طراحی میکردیم؟ بله، چون اونجا بودم چرا خودم طراحی میکردم. خب اونها دخل و تصرفی داشتن در نه اصلا شما. البته میگفتن سوالا چیه، سوالا رو بهشون میدادیم میگفتن اینا خوبه. با شما دقیقا با چند رئیس جمهور در دنیا گفتگو کردیم؟ حدودا 50 تا. 50 تا 7 تاش داخل